مطالعه مغز جزء اولویت های علم و تکنولوژی است. آسیب های جسمانی به مغز مثل ضربه مغزی و آسیب های سمی مثل سر و بیماری آلزایمر جریان عادی پالس های الکتریک مغز رو دچار وقفه می کنن. با نقش برداری مغز می توان امواج مغزی را با دقت بالا ثبت کرد. برای اولین بار در ایران نخستین مرکز ملی نقش برداری مغز ایران در دانشگاه شهید بهشتی گشایش یافت تا با تشخیص بیماری های مغزی در آینده کمک بزرگی به این بیماران شود. داشتن یک نقشه برای یک قلمرو ناشناخته ضروری است. نمیشه کورکورانه رفت. مرکز نقش برداری مغز هم دقیقا همین کار داره میکنه. یعنی با تکنولوژی های مختلف میاد نقشه ای رو از مغز، از ساختار مغز و از عمل کرده مغز درست میکنه تا ما بتونیم در هر بیماری مغز اعصابی بتونیم بفهمیم چه تغییرات ساختمان اتفاق میفته، چه تغییرات عمل کردی اتفاق میفته، کی اتفاق میفته، چگونه تغییر میکنه، تا به این وسیله نه تنها تشخیص رو زودتر بتونیم بدیم، بلکه در بعضی وقتا پیشبینی میکنیم که چه کسی میتونه چه بیماری بگیره. یقینا ما نمیتونیم درک دقیقی از عملکرد مغز و مکانیسم های شناختی داشته باشیم بدون اینکه امکان مطالعه مغز رو داشته باشیم، ولذا ظهور این مرکز قطعا میتونه وضعیت علمی کشور ما رو چند پله بالاتر ببره. قطعا نقش برداری مغز تحول بزرگی در تشخیص بیماری های اعصاب و علوم شناختی خواهد داشت. اگه همه جای مغز توی MRI اسکن مثل هم دیگه است، ولی این تحلیلایی که ما میکنیم، تکنیک های مختلفی که استفاده میکنیم، اطلاعاتی فراهم میکنه که با اعتماد به نفس بهتری هم مریض قبول به جراحی بکنه، هم جراح بتونه جراحی انجام بده. یه مقداری زیادی کاربرد در پزشکی داره پروازه، و سمت دیگه کاربرد زیادی در علوم پایه داره، از منظر مهندسی، ریاضی، روانشناسی و حتی ایجوکیشن. در آینده این مرکز با تکنیک های پیشرفته به بیماران خود خدمت درمانی ارائه خواهد کرد و در حال حاضر در زمینه آموزش و پژوهش فعالیت دارد. حسینی، خبرنگار شبکه خبر.